دیگه تو بیلیارد شو حتی یه دونه ویدیو استونکر هم نمیبینید حالا میخوام تو این ویدیو قبل از اینکه بریم بازی علی پردل عزیز رو با هم نقد و بررسی بکنیم چند تا تو توضیح بدم که موقعی که بازی شروع میشه دیگه در واقع ما فقط در رابطه با بازی صحبت بکنیم و صحنه ها رو از دست ندیم اولا اینکه من بازی آخر علی پردل رو اول فیلم برداری کردم و متوجه شدم که تیم ادیت هم تمام بازی قبل از اونم ادیت کرده یعنی اطلاعات آخرین ویدیو از اطلاعات آخرین بازی که من روش ریاکت میرم اطلاعات اون کم تره ولی همین ویدیو که الان داری نگاه میکنیم میخوام یه کوچولو آپدیتت بکنم در رابطه با ورزش هیبال خیلیاتون میگین چاینیز بیلیارد درسته بعضیاتون میگین هیبال درسته اما چیزی که من تحقیق کردم و توی یوتیوب هم اگر سرچ بکنید با این بازی معروف به چاینیز هی بال این کل قصه حالا یه چاینیز بیلیارد ما قطع به یقین پوشش میدیم یه مسابقات ناین بال رو چک میکنیم یه دونه تن بال رو چک میکنیم و یه دونه ایت بال اوکی بعد میخوایم بریم سراغ جوی بال لعنتی بعد بریم سراغ وامپاکت اصلا انقدر داستان داره ولی یه چیزی بگم سختش نکنیم میخوایم اینجا به صورت را... روون و راحت با همدیگه یاد بگیریم قشنگ آپدیت بشیم و از همه مهمتر تمرین بکنیم و بازی بکنیم اما بریم در مورد اشتباهاتی که من داشتم توضیح بدم به شما که دیگه چیزی این وسط جا نمونه نکته اول این هستش که من گفتم علی پردل اهل شیرازه در صورتی که اینطوری نیست ایشون ساکن شیراز هستش و دوستان برای من نوشتن که اصالتا اهل شهر زیبا و تاریخی کازرون هستم من اینو نمیدونستم سن علی رو راستی برام بنویسی من دیروز داشتم باش مکالمه میکردم بسیار بسیار, بسیار بچه معدبی هستش علی من خودم اصلا قبل دوستش داشتم و اینکه روز قبل باشگاه ما بودش و اینکه نمیدونستیم اگر قطعا میدونستیم با همدیگه قطعا همکاری میکردیم و کلی اطلاعات خوب و عالی ازش برای شما میگرفتم اما این و داده علی حتما میاد توی برنامه مطمئن باشین از علم سواد تجربهش به نحو احسن استفاده میکنیم برنامه خوبی برای بچه های پاکت بیلیارد قطع به یقین دارم اگر شما هم که دارین برنامه رو نگاه میکنین بازیکن حرفه یا داور حرفه رشته بیلیارد هستی حتما به من پیام بده با هم کانک بشیم کلی اتفاق خوشگل رو تو این ورزش رقم بزن بریم سراغ سوتی های بعدی که من سوتی که نمیشه گفت در واقع من میخواستم اطلاعاتی که دادم اگر یه درصد غلط بوده در رابطه با بازیکن ها اونو درست بکنم آقا یه چیز دیگه گفتم چوب علی پردل پریدیتوره که اینطوری نیست برند تایگر دست علی, ت... علی تیلور <applause> علی پردل هستش و چیزی که متوجه شدم تایگر اسپانسر علی هم هستش و من چون اون چوب کربن بوده فکر میکردم خیلی هم شب واقعا خیلی شبیه پریدیتور هستش من فکر کردم که پریدیتور ولی پریدیتور نبود و تایگره و مثل اینکه تمامی برند های بیلیارد این قصه کربون رو دارن خیلی باید داستان بریم ریستر بشیم توی برند های چوب ارزم به حضورتون بیلیار قطعا براتون برنامه های خوبی میسازم دیگه چی؟ ارزم به حضور شما اسم مسلس اون کاغذی مانند یا پلاستیکی مانندی که میذارن روی میز و توپار روش قرار میدن مجیک رکه اوکی مجیک رک اون لگ اول بازیه این رکه اون موقع شک داشتم الان دیگه مطمئنم که درستش اینه و شین وین بوینگ نیست بونینگ اوکی بونینگ نه بوینگ مرسی که پیام های خوشگل دادیم و دیگه همین دیگه اگر از برند های چوب میخوایم براتون بگم اوه اوه, اوه چقدر زیاده فیوری مکدرموت پریری کیوتک، پرودیتور، تایگر اینا برند های معروف چوب هستش که قطع به یقین هم باز مطمئن باشین اطلاعات خوبی در مورد چوب به شما میدم چون من قطعا خودم هم میخوام یه پکیج کامل تهیه بکنم آقا این بود از کل ادیت هایی که باید انجام میدادم و نمیدونم اول ویدیو گفتم یا نه این ویدیو آپدیت ترین قوانین یا هر چیزی که بود گفتم در رابطه با ورزش چاینیز هیباله hey حالا توی میز روی میز هم در واقع چقدر سودی دارم میدم روی میز هم کلی قصه های دیگه هم به شما میگم جالب میشه چون توی یکی از ویدیو قبلی علی پردل یه ضربه جامپ زد و توپ پا انداخ و من هیجانی شدم که گفتم آقا این ضربه ضربه درستی بود چون اعلامی بوده ولی تحقیقاتی که کردیم هیبال اصلا اعلام نداره یا خدا بریم با هم دیگه اطلاعات بیشتری به شما بیدم خودم که دارم عشق میکنم که دارم اطلاعات رو هر روز به روز و به روز و به روز سر میکنم دوستتون دارم بریم با هم دیگه این ویدیو رو با هم تماشا بکنیم آقا یه چیز شما بگم متاسفانه بازی های چاینیز کلن چاینیز هیبال به زبون چینیه و ما هم برش میگردونیم حتی اون پشتم میبینید یه, یه لاین انگلیسی فقط نوشته و تمام اوکی. پلیلیسی که برای ما درست کرده بود این بازی رو و با توجه به استوری های علی ما رسیدیم به یک هشتم اوکی و امیدوارم که درست اینو شو دیگه درست گفته باشی و بریم ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره بچه این اون مشکی رنگ که الان داور ورداش مجیگ رکه بازی اعلامی نیست بعد دیگه منم شک کردم توی ویدیو قبلی گفتم که آقا این بازی چرا هیچ اشاره ای نمی کنن، هیچ چیزی نمیگن و آمیز دایمنت نداره حالا دیگه بعدا تو بازی های جوی بال و وان پاکت و اینجور چیزا هم رو ویدیو خودشون کامل توضیح به شما میدم ولی خیلی خیلی خوشحالم که من توی ویدیوهای قبلی حالا نمیدونم بگم اشتباه سوتی هر چیزی که بوده خیلی خوشحالم که کاملا معدبانه با لول گفتید من تحقیق کردم دیدم بله درست میگید و حق با شماست و اومدم و اصلاحش کردم به همین سادگی ولی کسی هیچ کسی هیچ کسی تو این ورزش اصلا در, در این جایگاه نیست که بخواد نگاه بالا به پایین با ما صحبت بکنه اوکی ولی معدبانه با احترام هر کس بگه به روی چشم میذاریم رو سرمون قرار میدیم اون حرفو گرفتیم مطلب و از این موضوع من خیلی خوشم اومده چون ادب و احترام مثلا یه چیز دیگه است توی یه کلاس دیگه ای کار میکنیم بریم به سراغ فریم اول که علی فریم اول رو میبره بریم ببینیم که با این حریف خودش از کجاست بایام اسمش نمیتونم بخونم بچه فقط فامیلی نووش رو میتونم بخونم او, او, او بچه این پرچم کشور کجاست حالا مطمئن باشین خود علی رو هم میاریم در رابطه با چوبش به ما بگه آیا صرفا به خاطر اسپانسریش از این چوب استفاده میکنه آیا ارزم به حضور گرامتون که قطعه به یقین که تحقیقات صد داره روی این موضوع که این, این چوب رو انتخاب کرده ولی بیاد اصلا در رابطه با این برند با ما صحبت بکنه شاید منی که الان میخوام خودم چوب تهیه بکنم نظرم برگرده پریدتور ور ندارم و تایگر وردارم اوکی ببینیم که چه اطلاعات خوبی به ما میتونه بده به نظر من حق این ورزش ادا نشده یعنی من خیلی از پیام ها برای من میاد میگن که هرکس تو اسنوکر چیزی نشد میخواد بره تو بیلیارد اصلا تو گیریم یه درصدم این باشه این ورزش جایگاه خودش داره این ورزش این یه چیز دیگه است و هر کسی هم به شما گفت این ورزش آسون و اینا آه ببین مثلا برای من این خیلی عجیبه که علی پردن این هشت رو نمیزنه این خیلی برای من عجیب غریبه هر کس گفت آقا این ورزش آسونیه بگو شما یه بار مسابقه شرکت کن مقام بیاد بعد بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم واسه بچه ها سو این, همه بدون با یه آدم نادون ناآگاه داری صحبت میکنه حالا نمیخوام از کلمه دیگه استفاده بکنم ولی خیلی تعطیله اصلا نمیخوام باش بحث بکنی ولی شو. این ورزش حداقل پنجاه سال از اسنوکر جلوتره اینطوری به شما بگم از همه لحاظا و اینکه ما میخوایم هر دوتا رو پوشش بدیم و همین بارکلا ریس تو سیزدهه و ببینیم که علی توی این مسابقه چه اتفاقی براش رقم میخوره مگه میشه تو این لول یه همچین سوتی هایی داد جالب بر کجاست اون پرچم تا بغلش هم رد نشدن این پرچم رو هر قانونی هم که یاد بگیرم میام کامل با دیتیل چون من خیلی دیتیلی هم قانون اینطوری رو هوا کسی نمیتونه بهم بگه بعد بیاد با دیتیل توضیح کامل یه ضربه بنک ولی کیوبالش میفته علیه یه مسئله‌ای هست من خودم باهاش مشکل دارم با این موضوع ما مسابقاتمون اگر اشتباه نکنم هم بیلیارد هم استونکرمون شده دسته برتر اگر اشتباه نکنم و بقیه یعنی چی یعنی 32 نفر اول رنکینگ جدا مسابقه میدن برای انتخاب تیم ملی و 32 تای از سی به بالا با هم دیگه رقابت میکنن و بعد, بعد از یه مدت فکر میکنم چهار نفر از, 120 از اون سی و دو نفره میان بیرون چهار نفر دیگه از, پا از این دسته بهشون اضافه میشه اوکی من فکر میکنم این کار کار غلطیه از نظر شخصی من ها چه هم تو بیلیارد هم تو اسنوکر چرا؟ به خاطر اینکه مثلا یه بازیکن چرا نه مثلا بخوره به علی قراغوزلو بخوره به امیر سرخوش بخوره به سیاوش چه میدونم بخوره به کیو به شما بگه همین بازیکن ها خوبه دیگه چرا نه بخوره به اونو کسب تجربه بکنه من من می کنم میکنم که یه جورایی بازیکن های حالا جوون تر خام یعنی چجوری پخته نمیشن تا توی جای توی مسابقه حرفه‌ای با یه ای بازیکن خفن بازی بکنن نمیدونم این نظر شخصی من شما میتونید نظرتون بنویسین آیا با مسابقه یک دست موافق هستید اه... نمیدونم من نظرم اینه که بعد بازی با همدیگه بازی بکنن ترس شانس همدیگه بریزه کسب تجربه بکنن ما خیلی بازیکن داریم به اسم میبازه بیاد دوبار بازی بکنه دفعه سوم شاید دوبار به بازی شاید دفعه سوم بتونه ازش فریم بگیره دفعه چهارم شاید ببرتش این شد میگم بریم بریم به سراغ بازی سه هیچ علی به شدت داره خوب بازی میکنه و اگر که تایگر اسپانسر علی باشه خیلی خوبه که یک بازیکن انقدر حرفه ای داره چی میگن بازی خودش رو میبره جلو که برند های خارجی بیان اسپانسرش بشن و حمایتش بکنن چرا که نه خیلی جذابه من خیلی هم خوشحال شدم که اسپانسر داره چون این ورزش واقعا هزینه زیاده ببینیم که بچه جامپ هم که اون دفعه قبلم گفتم بازی جامپ داره بعد دیگه هر چی به ذهنم برسه بهتون میگم دیگه اگر چیزی اضافه باشه خیلی خوشگل اشکی رو میگیره کلا میدونی یه بحثی که من دارم مثلا این بازی این بازی کن. که اسمش هم نمیدونیم نوو نمیدونم چطوری تو این مرحله اومده بالا اصلا بازی چنگ به دل نمیزنه مثلا شما مثلا بازی علیو رو ببینید اصلا نمیخواد اصلا فکر نکنین مسابقه از اینجا لولش خیلی فرق میکنه با هم دیگه با یه ضربه جامپ خوب آقا یه چیزی به شما بگم اگر میخواید توی باشگاهتون جامپ تمرین بکنید که من خودم باید تمرین های جامپ, جامپ رو زیاد انجام بدم که ویدیو هاشو قطعا میذارم ببینید حتما حتما برای اینکه میزتون سرویس نشه و هش رو نمیزنه میزتون سرویس نشه کافیه یه دونه ماهوت بزنید زیرش همین یه چیز پیچیده و عجیب غریبی نیست ماسک میکنه علی رو وای قاعدتا که حفظ میزو ولی ببینیم میزنه یا نه اوه میزنه میزنه بعد از ضربه بدتر شد یعنی برای اون بازیکن بدتر شد چون که اگر هم به چسب الان دیگه آزاده ببینیم چه پلنی داره واسه که این بازم میخواد بچسبونه آخه او او نه 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 فهمید چیکار کرد خب علی اینو جامپش نمیگیره کار درستی که بازی کن البته باز کرد ولی نباید زاویه ازا... رو جوری اجازه میداد که علی بتونه جامپ بزنه جامپش نشست ولی اگه میشه صاف میفتاد توپ. خب الله خیلی شیک و مجلسی هش رو میزنه البته که من نشستم میگم مثلا این بازی کنه ضعیفه همون داستان چیزه ها داستان بیرون و گود نشستن و لنگش کنه ها انشالله ما خودمونم توی مسابقات شرکت میکنیم من خودم به شخص با این سطح بازی و لبلم فکر میکنم برای من شیش ماه روزی یک الا دو ساعت فول تمرین بکنم خیلی اتفاقات خوبی رقم میخوره شیش ماه تمرین ها تمرین درست سرمون مطمئن باشن تمرین ها با هم, سعی میکنم حالا پلن دارم فیلم بگیرم هم شما بتونید تمرین یاد بگیرید هم خیلی کارا قصه ها کارا با هم دیگه داریم فقط حمایت بکنین لایک کنین کامنت بذارین ویدیو رو واسه دوستاتون بفرستید واریکلا واریکلا فاصله رو همینطوری داره زیاد و زیاد و زیادتر میکنه تا این خانواده بیلیارد بزرگ و بزرگتر بشه بیلیارد و اسنوکر با اینکه دوتا ورزش جداگانه هستن ولی میتونن که اتفاق خوبی براشون رقم بخوره خوبه ضربه خوب میزنه خیلی دیگه باید دقیق بزنه دیگه خیلی فرق میکنه با پاکت خوب خیلی تو پاش رو دقیق انتخاب میکنه که چی بزن وای 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 الان که وقتی میسکیو نیستش که ای وای چه توپی رو نمیزنه فاصلش خیلی زیاد اتفاق حالا به شما بگم علی الان باید خیلی پخته بازی بکنه بگو چرا موقعی که هفت جلویی ای نباید این ز... معروف این تو زن شکل بگیره که تو بازی رو بردی این هفته میتونه گولت بزنه یا او چشم هم بزنی یا او میبینی که اه یه چیزی هم حریفه نه تنها هفت فریم و باختی نه... یه فریم هم دادی حالا با یه زر یک دو سه با چهار وان میاد پشت ایت باریکالا باریکالا رو به اما اگر نمیذاره برسه میره تو دل داستان اون عزیزانی هم که نمیدونن برای چی مجیک رک میذارن و اما استفاده نمیکنن میخوان که یک توپا دقیقه دقیقه دقیق, دقیق, دقیق سر جاشون قرار بگیرن دو از های مهمتر هیچ گونه فاصله ای بین توپا نباشه توی مسلس این اتفاق رقم نمیخوره یعنی هم فاصله میفته بین توپا هم شله دیگه در واقع اینطوری بگم بهتره دقیق نیستش ماجیک رک خیلی دقیقه هیچ چی دیگه مجیگ رک هم به خرجامون اضافه شد برای کلا با یه ضربه خوب پشت توپ بعدی نگه میداره میره واسه توپ سه اون پایین هم بچه هم میتونید ببینید که توپی که میخواد بزنه عددش چنده و هشت باری کلا نه 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 من در این بازیکن نمیبینم چیزی واسه گفتن داشته باشه جلوی علی بریم به سراغ فریم ده این پاکت بیلیارد نیست قلی بخوای بزنی آفرین م قشنگ میتونم حس کنم که بازیش چه شکلیه میزش به چه صورته با من کلن دهنه پاکت تنگ خیلی دوست دارم تو خال قرمز هم که رو کیو بال میبینی فقط هم برای تیویه بازی که فیلم برداری میشه از این توپ های استفاده میکنن نه نه نمیزن او نزدیک توپ هشت آ تو مهم نیست اه اه حواسم به چیز ایت بال نرماله هشت اگر این ورم میافتاد چه جوبه جام خوشگله نه نمیگیره نمیگیره هشت این میافتاد بازی تموم بود میبینی تو مثل پاکت حرکت نمیکنه خواب ماموت میز انقدر تاثیر داره توی قصه آقا یه فریم علی رو ببر ما مشکل نداریم یه یه تک فریم ببر ما دقیقا بدونیم اون هزینه ورودیت اوکیه بکنم حالا همین فریمی که من گفتم برد اوکی اوکی چه عجب یه فریم علی رو میبره بریم به سراغ فریم یازده توپی نیفتاد نه توپای دو رنگ رو با یه ضربه کمبو میندازه یازم که فقط منتظر یه باد هواست که بیفته تو پاکت 15 رو فکر کنم بزنه به جای تو پای دیگه اگر که درست بگم نداشت قاعدتا نداشته که نزده دیگه تو باید ناکن بعد از برخورد به آها بعد از برخورد باید کیوبا به باند بخوره یه صیف خوب از این بازی کن باری کلا ولی خب چیز سخت و عجیب غریبی نیستش او, او, او یه نمه بازتر میزد علی اون توپر هم میتونست حتی ماسک کنه ماسک بدی هم میشد اه داشتش نارنجی اینجا رو چه پوزیشنی میگیره برای توپ دو یک رو هم فکر کنم نه راضی نیست از ضربهش ولی سه رو پات میکنه بچه یه چیزی به شما بگم اصلا و ابدا زش نیست که شما برای یه توپ دیگه افه گرفتید و یه توپ دیگه رو بزنید اصلا به حرف کسی کار اگر داری به حرف کسی فکر میکنی که اونا در مورد چی فکر میکنن که اصلا ول معطلی دیگه طرف ببینید علی پرده اومد دور رو بزنه تو مسابقه جهانی نبوده رفع ساخت توپ بعدیش تمام با همون حرکت هم فریم رو گرفت اصلا براش فرق نمیکنه که کی چه فکری میکنه اون فقط به فکر برده میبینید شد میگم توپی نیفتاد نه اوکی نه و علی بازی رو ادامه میده ببین توپ اوه بچه اینجا یه خدای من چی بود؟ اتفاق اینا نوشته بودم رو اینو یادم رفت آی خدا ببخش بچه یادم رفت که اینجا چه اتفاقی رقم میخوره الان حضور ذهن اصلا ندارم که چی شد ولی اگه یه ثانیه بذارید پسی بزنم بزن اقعا من ببینم اینجا گیرش چی بود خب تکرنگ و زد خب داور بهش ایراد میگیره خب ببین ها خود علی پردل که این همه تجربه داره تو اونجا اشتباه کرده ببین قانوناش خیلی سمیه ولی ما آپدیت میشیم ما یه بار خطا میکنیم ولی دفعه دوم میگیریم موضوع چیه نه اینطوری نمیشه یه لحظه سب کنین آمارش رو در بیارم اینطوری بازی به ما نمیچسبه و فقط این وسط بازی رو گوش بدین داشتم با یکی از بچه ها صحبت میکردم و اینو گوش بدین این ویس رو خالی از لطف نیست و خوب دقت کنید ببینید چی میگه خیلی پیچیده شد ولی قاعدتا در میاریم که قصهش چیه مثل یه چیز دیگه که یادم آمد که تو بازی ها بهش برخورد میکنی اینه که این بازی تعیین نداره شما هر جا بخوای میتونی بندازی توپی که میره رو ولی یه مشکلی داره یه باگی بهش میخوره اینه که توپی پیو که اول کیوبال یعنی اولین آبجکت بالی که کیوبال بهش برخورد میکنه میتونه تو هر پاکتی بیفته ولی اگر من مثلا 15 رو نشونه گرفتم خب 15 میتونه همه جا بیفته ولی اگه 15 بخوره به 9 که دو ما رو خودم هست اون بیفته توی پاکت اون قبول نمیشه تیل میرسه به نفر بعدی و اون دوباره ضربه میزنه توی یکی از بازی ها با این قضیه مواجه میشی که میبینی وقتی فلوک ضربه رو زده یه نفر دیگه یعنی خودش نمیتونه ادامه بده رقیبش میاد بازی رو ادامه میده این به اون خاطره اولین آبجکت بالی که کیوبال بهش برخورد میکنه امکان افتادن داخل هر پاکتی رو داره ولی اگر آبجکت بال بخوره به یه توپ دیگه و اون توپ بلوک بیفته حتی اگه مال خودت باشه ترن مال نیست نفر بعدی میزنه چون تو بازی آقا خیلی داستان شد آقا ارزان با حضور گرامتون که خیلی پیچیده شد ببین آقا اینجا اول علی دهم ده میزنه توپ دو میفته اوکی نو هم از این طرف میفته بعد توپ تک رنگو که میزنه داور اینجا ازش خطا نمیگیره نوبت عوض میشه نگاه کن علی میگه آقا من اعلام توپمو توپ دو را انداختم و او بزن اوکی نه خطا شد کیوبا بالین هندم شد او, او, او. آقا اینو باید بیشتر بازش کرد اینم گفتم براتون وایسو رو دقیق تر گوش بدین که اه... ولی باز خیلی جای سوال میمونه این وسط آپدیت میشیم نگران نباش بریم بریم به سراغ ادامه ماجرا ده یک این چیزی اشتباهی بوده که خود علی این عدد مسابقه رفته این اشتباه رو کرده پس بدون این قانون برای همین به شما میگم میگم تو پاکت بیلیارد باید به روز باشی و بدونی که داستان از چه قراره همینه مسابقه که شرکت میکنید مطمئنه علی میدونسته این داستانو اوکی شاید اونجا حواسش نبوده شاید نمیدونم قانون جدیدی بوده واسه این قصه حتما حتما خود علی میاد اینو توضیح به ما میده که قصهش چی بوده خودش همین سوال جذابیه گفتم یه سری نکات رو باید خود علی چون تجربه مست شرکت توی مسابقات رو داره بیاد تجربیاتش رو با ما در, اخ... در میگن در میون بذاره حالا اینکه این پاکت بیلیارد و این همه داستان جدید و کل قوانین داره کایرن ویلسون قانون دو هفت و نمیدونه چیه تو تا قصه برو بریم بریم به سراغ فریم چند بریم به سراغ فریم اوه چه بریک خوبی زد چه بریک خوبی زد فریم سیزده یازده یک علی پردل جلوه بابا یا خدا ببینید چیزی که حالا بر جلو به شما بگم چون تیپ چوبشم اگر حالا شما که میدونید چوبش چی هست تیپ چوبشم برام بنویسین که علی پردل چیه شبیه تیپای کاموی میمونه ولی بنویسید ببینم که آیا همینه یا نه توپ رو کلا یه فریم دیگه علی پردل رو میبره بچه ها اینقدر خاطرتون عزیزه وسط ویدیو نگه داشتم رفتم تحقیق کردم که ببینم داستان از چه قراره میدونی چیزی که من متوجه شدم اینه میگه تو با توپ دو رنگ توپ یک رنگ رو انداختی و باید توپ دو رنگ رو میزدی و پات میکردی نه توپ یه رنگ رو این ساده ترین حالت ممکنش اینه و خیلی جالبه یعنی علی اگر میخواست یه رنگ بشه باید اون توپی که زد اول یه رنگ باشه نه توپ دو رنگ خیلی قانون عجیب قریبی بود همین ساده که زیاده رو درگیر نکنه کلا هم این هم تو ذهنتون سخت نکنید توری بگم بهتره. تاریم چارده نوبت علی پردل بام آه. از بود که نیفته این فریم رو ببر علی که فکر کنم میبره چون راحت اومد پشت هشت یه فریم دیگه میخواد تمام 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 بریم بریم که علی فریم بعد رو میبره این قصه رو تمامش بکنه یا که نه یه بدی که هست ما خیلی خیلی زیاد مسابقات بیلیارد کمه حالا چه تو ایران چه تو تهران شلاغه صد بشه که کاری بکنیم این را موتور شوشن بشه موتور مسابقات شوشن اسنوکر فت و فراوون هست فت و فراون هر موقع دلتون بخواد شما توی یه باشگاه میتونی تهران دارم میگم من شهرهای دیگر رو اطلاعی ندارم دو سه تا گزینه راحت دارید حداقل بخواید شرکت بکنید تو مسابقه تو بدترین حالت ولی پاکت بیلیارد اصلا نیست ما اصلا نداریم اینطوری بگم بهتره انشاءالله موتورش رو با حمایت شما رفقای عزیز روشن میکنیم و کلی اتفاق خوب رقم میخوره عجب یه دو تا فریم از علی داره میگیره این بازی اوکی دوازده سیزده دارین یه چیز شما بگم همون دوازده سیزده شم شما نباید شل کنید نباید کتابی بیایید باید بجنگید فکر نکنید بازی رو بردید یهو بازی کن ازت میگیره چیزی هم که باز تو بازی متحد این بازی وینر بریک نیست نوبتیه آب یه ضربه خیلی خوب آره کلا آره کلا خوب میده می میبینه خوب میده ببینین پلنه چه پلنی واسه زدن داره و این هم از هشت باریکلا و تمام باریکلا آفرین خب رفقا این هم از بازی یک هشتم بازی علی پردل بازی بعد بازی نیمه نهایی فقط این نکته به شما بگم ویدیویی که فردا شب میبینیم من زودتر ضبط کرده بودم بعد متوجه شدیم که اه کلی بازی دیگه هم هستش و اگر تو اون ویدیو دیدین که اطلاعات من کمه پایینه هرچی که هست بدونی از قبل این ویدیو ضبط شده و دیگه هم توی بیلیارد شو مسابقات اسنوکر رو نمیتونید ببینید فقط توی اسنوکر شو میذارم و اسنوکر شو هر موقع مشکل شرفه تا چند روز آینده تمام مسابقاتی که دادم نقد و بررسی شده ادیت شده اونجا آپلود شده فقط منتظر این هستش که ما بگیم که چه روزی چه ساعتی برای شما پخش بشه اولین ویدیو هم قول میدم که آنباکس چوبم باشه فلک امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشی لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه دوستتون دارم این کامنت ها و لایک های شما کلی من عشق میده که این مسیری رو که شروع کردم رو با قدرت ادامه بدم دوستتون دارم خیلی چکری عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد و که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش